زینبم، من کلب زینب، مجنونه تو قیم رفتونه تو قیم ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. علی و عمر یه جا، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون او بر همه معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمند. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده‌ای است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا. وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت یعنی منو بل من جن طب، یعنی منو بل من جن. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. سلام و رحمت الله بر همه شما بینندگان عزیز و گرامی. شما میدونید که در چهلم امام حسین به قول خودشون میلیون ها نفر یا صدها هزار نفر میرن برای زیارت قبر امام حسین. سوال ما این است آیا این عبادت هست یا نیست؟ طبعا شیعه سرش رو تکون میده که این عبادت است. ما برای خدا عبادت میکنیم با رفتن به سر قبر امام حسین. سوال ما این است که آیا امام حسین از آمدن شما خبر داره؟ شیعه با سینه سپر جواب میده بله، همه ما رو میشناسه، زمزمه های ما رو میشنوه، حاجت های ما رو میشنوه، از ما راضی میشه. از شیعه میپرسیم آیا اونی که از دور بر شما به امام حسین سلام میکنه از اونم خبر داره؟ میگه بله، به اذن الله امام حسین از هر چیز خبر داره، از امروز ما و فردای ما و دیروز ما و پس فردای ما. حرفی که اونها میزنند برای اثباتش دلیل از قرآن ندارند، دلیل از کتاب‌های فاسد خود دارند، کتاب‌هایی که خدا از اونها خبر نداره، کتاب‌هایی که خودشون نوشتن، کتابی که الله نازل کرده قرآن کریم است که یک نقطه پس و پیش نداره. منتاب در قرآن کریم ای برادران من، ای خواهران من، آیاتی ما داریم که عکس این حرف رو میزنه. هیچ آیه‌ای نداریم که بنده ای از همه چیز خبر داشته باشه، ولی آیاتی داریم که میفرماد که اینها هیچ خبر ندارن. بلکه ما اصلا سوره هایی داریم مثل سوره کهف یا اون پیغمبر یا حضرت عزیر که به 100 سال مرد، وقتی بیدار شد دید که نصف روز خوابیده، در حالی که یا نصف روز مرده بوده، در حالی که 100 سال مرده بوده، یعنی 100 سال خبر نداشته که دربارش در نصف روز گذاشته. حالا حضرت حسین چرا باید از اون بهتر باشه و در قبرش از هر دقیقه خبر داشته باشه؟ حوصله‌اش که سر میره. یا اصحاب کهف که خداوند سوره ای به نام کهف درست کرده، نازل کرده. خب اینا 309 سال یا 300 سال شمسی اینا خواب بودن. بیدار که شدن فکر کردن نصف روز خوابن. خبر نداره که دقیانوس از بین رفته، شهرش از بین رفته، مردمش از بین رفته، پول رایجش از بین رفته. خب حالا یکی بره از این قبر حاجت بخواد این چی میدونه؟ این که خواب نمیدونه. خواب که ندونه ولی خدا هست یا نیست، مرده هم نمیدونه دیگه، مثل روز روشنه. اما چیکار کنیم با مردم بیعقلی طرف هستیم که حرف حساب قبول نمیکنه، شعر را قبول میکنه، شعر بر من میخونه. اول آیه رو ببینید که چگونه در ما صفحه 211 و 212 قرآن کریم هستیم، سوره یونس. در اینجا الله جل جلاله صحنه ای از روز قیامت رو، یک روزی از روزهای قیامت رو، روز هولناک رو برای کافرها و روز شادی رو برای مؤمنین ترسیم میکنه. آیه 28 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم نحشرهم جمیعا، میگه اون روزی که همه مردم رو ما جمع میکنیم، همه رو جمع میکنیم، حشر نشر روز قیامته،
بعد از اینکه جمع کردیم ثم نقولو، بعد از اینکه جمع کردیم الله میفرماد که میگیم، چی میگیم؟ للذین اشرکو، به کسایی که مشرک شدیم میگیم حالا بیا حساب پس بده. مکانکم انتم و شرکاؤکم، سر جاتون وایسید، یالا هم شما وایسید هم اونایی که عبادت میکردید وایسن، شریکای شما. یعنی چی؟ یعنی الله جل جلاله مسیحی ها رو، این امت بزرگ رو، امت از لحاظ تعداد رو میگه وایسید. ثم نقول للذین اشرکوا انتم مکانکم انتم شرکاکم، وایس اینجا تکون نخور. خب وایس اونجا حضرت مریم، حضرت عیسی یا قدسینی که اینها عبادت میکردن. اینه دیگه ما و شما قبول داریم که مسلمان ها آخرین شیعه مثل صابون لیز از دست در میره. نه، میگه ما که عبادت نمیکنیم، ما که شرک نمیکنیم. قبول داری که حضرت عیسی رو عبادت میکردن؟ قبول داری دیگه؟ قبول داری که حضرت عیسی پیغمبر اولوالعزمه؟ قبول داری دیگه؟ قبول داری که حضرت مریم بهترین زن بوده در تاریخ و اول و آخر که پیدا شده؟ قبول داری؟ اگه قبول نداری بعد از حضرت فاطمه قبول داری؟ از نظر ما که حضرت مریم از حضرت فاطمه هم بالاتره. خب حالا از نظر شما دومی. خب حالا به من بگو ببینم اینا ولی الله هستن یا نیستن؟ هستن. آیا مریم نباید از دنیا خبر داشته باشه؟ باید داشته باشه. آیا حضرت عیسی نباید از دنیا خبر داشته باشه؟ طبق قانون شما قبر حضرت عیسی دیگه از قبر این سید خلیل دیگه مهمتر باید باشه دیگه. قبر حضرت مریم که از باید قبر سید خلیل مهمتر باشه دیگه. امامزادهایی که شما دارید اونا باید حاجت بدن، باید خبر داشته باشن. حتما میگید دارن، درسته؟ حالا روز قیامته، حرف منم نیست، قرآنه، آیه 21 از سوره یونس صفحه 211 است. الله اینا رو جمع کرده، هر دو گروه رو استاد کرده، وایستونده حضرت مریم، حضرت عیسی و دیگه پیغمبرایی که مسیحا میپرستن، حاجت میخوان و خود مسیحا رو وایستونده. چی میگه؟ ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم. خب حالا میگه بین اینا جدا انداختیم و قال شرکاؤهم، میگه شریکاشون گفتن، حالا اونا دیگه ترسیدن. شریکا کیه؟ یعنی همونایی که میپرستیدن، یعنی حضرت عیسی و حضرت مریم و دیگران. اونا آقا جواب میده، اینا میگن یا عیسی یا حسین به داد ما برس، ما که شما رو میخوام بودیم، ما که محب شما بودیم. اینا دیگه صداشون در میاد، حضرت عیسی صداش در میاد و قال شرکاؤهم، شرکاشون میگن، حضرت عیسی میگه ما کنتم ایانا تعبدون، شما میگه ما رو نمیپرستیدید. چرا دروغ میگید بابا؟ آخه چرا حضرت عیسی جان، چرا تو دروغ میگی؟ معذرت میخوام، مسیح بیچاره شب و روز میگه یا عیسی یا مریم مقدس یا حسین یا علی، تو حالا اومدی روز قیامت میگی شما ما رو نمیپرستیدید، پس ما کیو میپرستیدیم؟ البته در آیه دیگه میگه اینا جنا رو میپرستید، نامش عیسی و موسی بود. ولی حالا دیگه مسیح میگه خب یا عیسی، ما که شب و روز تو رو میپرستیدیم، ما شب و روز که تو رو میخوندیم، یا مسیح میگفتیم، ها چطور این حرف رو میزنی؟ ولی داره میگه قبول کن که مسیحی مشرکه و کسی رو که میپرستید حضرت عیسی بوده. پس اینجا جای شرکا و هم حضرت عیسی و حضرت مریم رو بذارید. خب ما کنتم ایانا تعبدون، شما ما رو نمیپرستیدید. اونا که جنجال میکنن میگن نه ما شما رو میپرستیدیم، ما شما رو میخوندیم، اینها دوباره میگن فکفا بالله شهیدم بیننا و بینکم این کننا، این مهمه، ان عبادتکم لغافلین. میگه خدا گواه هست، این کافی هست که خدا گواه هست. چیه خدا؟ چی گواه هست؟ بین ما و شما خدا گواه هست، بیننا و بینکم، که به درستی که ما از عبادت شما غافل بودیم. لغافلین یعنی اصلا میگه خبر نداشتیم، ما اصلا بی خبر بودیم. ای بابا تو پیغمبر خدا، این تاریخ تو ببین، این همه پاپ پیدا شده، این همه قبرا برات درست کرده، این همه مجسمه درست کرده، این همه معجزه برات ساختن، تو میگی لغافلین؟ چی رو لغافلین؟ تو غافل بودی، خبر از دنیا نداشتی. تازه عیسی رو ما زنده هم میدونیم، ما که آسمان چهارم رفته، حضرت مریم مورد میدونیم مثال. خب تو که تو چطور از زمین غافل بودی دیگه؟ و چیکار میکردی؟ تو که در قبرت بودی حضرت مریم چطور غافل بودی؟ چطور دروغ به این بزرگی میگه؟ ببین شیعه چی میگه، حضرت حسین از هر چیز ما خبر داره. یعنی تو از حضرت حسین هم پایین تر بودی. ما شیعه نمیتونیم بگیم که پایین بود از امامزاده صالح، ما
ما مجبور میگیم حضرت مریم مقدس خیلی مقام بالایی داشت. خب اینجا داره میگه من غافل هستم. اگه این آیه در مورد امامای شما نیست، چون شما میگی در مورد ما نیست، ما که نمیپرستیم. نمیپرستی چی؟ این پرستش همین است که شب و روز رو صدا میکنید. دعا کردن پرستشه. وقتی من دعا میکنم، الله رو میخونم، یا رحیم میگم، یا غنی میگم، یا بصیر میگم، یا شافی میگم، من دارم الله رو با صفات خوب عبادت میکنم. حالا شما میگه عبادت نمیکنید، به حال میخوندید یا نه؟ حالا شما نه، شما به کنار. قبول کن که این آیه داره به ما یک چیزی رو ثابت میکنه که اولیاء الله از دنیا خبر ندارن. حالا ملا تو جاش میرخصه، ملای شیعه رو میگم. بالاخره قبول کن شما نیستی جز این آیه. اینا قبول کن که حضرت عیسی از دنیا خبر نداره، حضرت موسی از دنیا خبر نداره، حضرت ابراهیم از دنیا خبر نداره، حضرت نوح از دنیا خبر نداره، حضرت محمد هم خبر نداره. اینا که خبر نداشته باشن، علی کی است که خبر داشته باشه؟ حسین کی است که خبر داشته باشه؟ خمینی چیه کی باشه که خبر داشته باشه که شما بری سر قبرش ازش حاجت میخوای؟ عیسی روز قیامت میگه من این امت بزرگ اصلا نمیشناسم. لا غافلین، ما غافل بودیم، از خبر نداشتیم. تو میگی که من میرم نمیدونم اسامی ما رو حضرت حسین مینویسه. آره ارواح عمهاتون که این حرف، من چی بگم به شما که بفهمید دیگه؟ این آیه قرآن من دارم میگم، شما قبول نمیکنه، به چه زبانی بگم؟ خب بیارید. پس فهمیدید؟ هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. خب میگه اینجاست که هر نفسی آزمایش میشه به کارهایی که کرده. اینجا دیگه فایده نداره که بگه آقا یا حسین ما میگفتیم حالا یه غلطی کردیم. و ردو الالله مولاهم الحق. میگه حالا همه تون برگردید. این ببینید آیه به این منبی برمیگرد، نحشرهم. اینا این بدبخت شیعه ها، حتی متاسفانه میگم بدبخت، چیکار کنم؟ اینا حتی میگه حشر ما به سوی علی است. بعد از این پرانتزی که خدا گذاشت که همه تون جمع کردیم و دعواتون که با شریکاتون تموم شد، میگه که برمیگردن به سوی مولا، مولای خودشون، مولای حق. یعنی کی؟ یعنی به سوی الله. و ضل عنهم ما كانوا يفترون. میگه اون چیزی که افترا میبستن که علی خبر داره، حسین خبر داره، عیسی خبر داره، افتراست دیگه. میگه ازشون دور میشه. حالا بیا و درستش کن. تنها موندی با الله. و در روز دنیا در هر آیه قرآن تو رو من کرده که نکن این کار رو. تو برای شعر خوندی، فلانی سینه میزنه شعر میخونه که حسین از هر چه خبر داره. بابا آیه قرآن میگه نداره، تو میگی داره. الله میگه نداره، تو میگی داره. یک جام یک دلیل نیاوردی. سوره کهف هم برات نازل کرده که نداره. صد آیه هزار آیه آورده که بابا من غیب نمیدونم. از این واضح تر چی بگه؟ لا علم الغیب. پیغمبر میگه به اونا بگو من غیب نمیدونم. ما به زبان بی زبانی میگیم پیغمبر داره دروغ میگه، غیب میدونه. ما بدبختر از ما کیست؟ خب حالا دیگه روز قیامت، دیگه صحنه روز قیامته. اول اینا رو جمع کرده، بحثشون که با وقتی که عیسی بهش گفته دیگه فکر کن یه شیعه حسین میگه برو گم شو، من تو رو چیکار دارم؟ از خبر نداشتم دیگه. ببین حال مسیحا رو ببین، زوارشون در رفته. حالا میگه برگردی طرف الله. باز اونجا شاید الله به دردشون بخوره، بازم شو الله ارحم الراحمینه. کسی رو که به جهل، بازم این یه امید دارم بدبختا، کسی که جاهل بوده، کسی که دین بهش نرسیده، کسی مثلا توی دهاتی بوده، مثلا زنی بوده، پیرزنی بوده، پیرمردی بوده، هیچی خبر نداشته، دنیا اومده مرده، اینا رو همه رو خدا بازم میبخشه، بازم به دردشون الله میخوره. حسین و حسین به دردشون نمیخوره، ولی شاید به درد من و شما که علم حالا داریم. آیه قرآن جلوی ما هست دیگه، نمیخوره دیگه، هیچی عذری نداریم که. عذر برای کسی هست که عذری داشته باشه. خب باز آیه بعدم جالب، اینم بخونیم و زیاد صحبت نکنیم. به چند باز کلیپ های نار نشون بدم. الله میفرماد که چه کسی از شما، معنیش فقط میگم بیارید لطفا، کی چه کسی از شما آسمان و زمین رو به شما روزی میده؟ خب کی میده؟ الله میده. چه کسی چشم و گوش شما رو درست کرده؟ بعضی شیعه میگن که حسین درست کرده. چه کسی مرده رو زنده میکنه؟ چه کسی زنده رو میکشه؟ ببخشید یخرج الحی من المیت. چه کسی زنده رو از مرده در میاره؟ چه کسی مرده رو از زنده در میاره؟ و چه کسی امر یدبر الامر، چه کسی امور تدبیر میکنه؟ خیلی مهمه ها، یدبر الامر، یعنی هر لحظه کارهای ما رو تدبیر میکنه. مشرکین اون دوره میگفتن فسیقولون، ببینید مشرکین اون دوره میگفتن فسیقولون الله، میگن که الله این کارا رو میکنه. اما مشرکین دوره ما میگن که حسین به اذن الله این کارا رو میکنه. بدتر شدن. میگه که وقتی اینو میگید بگو بهشون ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم افلا تتقون، شما میگن
خجالت نمی کشید، تقوا پیشه نمی کنید. خب حالا این آیه قرآن دیدید که چی بود؟ که حضرت عیسی و حضرت موسی و حضرت مریم و حضرت ابراهیم و حضرت نوح زکریا همه میگن فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، که ما از عبادت شما غافل بودیم. خدا شاهد است، کافی است که خدا شاهد است که ما خبر نداشتیم که شما سر قبرای ما میومدید یا مجسمه‌های ما رو میگرفتید. حالا برگردیم اتاق فرمان، من کلیپ‌های رو بیارم ببینید که این انسان‌هایی که حیف است که نام انسان سرش بذاریم. البته اینم تقصیر نداره، خب تو کتاباشون نوشته دیگه، باید همون کافی یخشو بگیری، همون مجلسی رو بگیری، همون شیاطین اکبرشو بگیری، ولی اینا هم تقصیر دارن. چرا قرآن نمیخوان نمیخونن؟ نگاه کنی چی میگه، گوش بدیم. تا حالا فهمیدیم که غیب نمیدونستن، نه از روز ما خبر نداره، چون که میگه من خبر ندارم، آیه رو براتون خوندم یا آیه رو غلط خوندم یا آیه رو بد ترجمه کردم. خب برید ببینید اگه بد ترجمه نکردم دیگه دعواتون با سجودی چیه. گوش بدین چی میگه. آمد محضر امام صادق، گفت مدتی یک سوالی میخوام از شما بکنم، ولی فرصتی که خلوت باشه سرتون، کسی نباشه و شما راحت بتونید جواب منو بدید. منظور از راحت یعنی بدون تقیه از کسی جواب منو بدید پیدا نکردم. الان اگه اجازه بدید سوالمو مطرح کنم. حضرت پرده رو بالا زدند و یه نگاهی پشت پرده کردند، بعد فرمودند بپرس. یعنی از اینجا معلوم میشه که حضرت خبر نه میگه که من سوال بپرسم، میدازم جاسوسای حکومت باشه. حضرت پرده رو بالا زد، پشت پرده رو نگاه کرد، میگه بگو. یعنی از پشت پرده خبر نداره. از اینجا اینجوری میفهمی. اما حالا ببین که حضرت چی میگه. میخوام اینا در عالم هپروت این حدیثا رو نوشتن، نگاه کنید. گفت حضرت پرده رو بالا زد، نگاه کرد که بیگانه ای نباشه. پرده رو چرا بالا زدی؟ پشت پرده رو تو امام نمیبینی، زنده هستی نمیبینی، بعد از مردن توی قبر زیر هزاران خروار خاک ما رو میبینی، دل ما رو خبر داری؟ گوش بده حالا بعدش ببین چی میگه. بعدش ببین چی میگه. الان اگه اجازه بدید سوالمو مطرح کنم. حضرت پرده رو بالا زدند و یه نگاهی پشت پرده کردند، بعد فرمودند بپرس. گفت میخوام بپرسم شما چقدر میدونید؟ علم شما چقدر؟ امام صادق فرمودن یه صحیفه ایست نزد ما به نام صحیفه جفر، تمام حوادث عالم تا روز قیامت هر پدیده‌ای میخواد بشه در این صحیفه هست. هر حادثه‌ای، هر طوفانی، هر سیلی، هر جنگی، هر صلحی، هر رویشی، هر اجتماعی، هر شهر جدیدی بخواد به وجود بیاد در این صحیفه ثبت شده و ما همه حوادث عالم را نوظهورها و پدیده ها را تا روز قیامت میدانیم. ابو بصیر گفت ان هذا والله له العلم، خیلی علمه. حضرت فرمود این علم هست، زیادم هست، اما همه علم ما نیست. اگر من به جای ابو بصیر بودم ازش میپرسیدم که آقا تو جیب من چی هست؟ اول شما توجه کنید که میگه امام تقیه میکرده جلوی دیگران، چرا که شیعه مذهب، چون امام صادق ما قبول داریم که، ولی اینجوری امام صادق ما نمیشناسیم. میگه نه جلوی شماها نمیگفته پنهانی. حالا ما از کجا ثابت بشه که آقای ابوبصیر راست میگه؟ پنهانی میگه برای رفیقاش این چیزا رو گفته. اول دینی که پنهانی باشه اون باطل در باطله. هیچ پیغمبری پنهانی دین نیورده. امام صادق شما که از پیغمبر میگی بالاتره. همینجا کلکشو ببین. امام صادق علنی رو یه چیز دیگه جور درست کرده، امام صادق پشت پرده رو یه چیز دیگه درست کرده. ما از کجا بفهمیم که حرفت درسته؟ امام صادقی که ما دیدیم همیشه میگیم رحمت الله علیه، یه چیزی بوده مثل ما. عقیدش یک مو با عقیده ما فرق نداشته. گوش بدید.
میدونی فرمودن یه صحیفه ای نزد ما هست دیگر. به نام صحیفه فاطمه سلام الله علیها. تمام حکومت ها، سیاسی ها، تمام انقلاب ها، تمام کودتا ها، تمام کی بالا میره پایین میاد، زیر و روهای عالم در این صحیفه ثبت شد تا روز قیامت. ابو بصیر گفت ان هذا والله له العلم، خیلی علمه. فرمودن این علم هست ولی همه علم ما اینه. دیگه چی میخواد باشه بیش از این؟ گفت دیگه چی میدونی؟ فرمودن یه صحیفه ای هست نزد ما به نام صحیفه جامعه که جمع بین علوم اولین و آخرین، تمام علوم انبیاء گذشته، تمام تاریخ گذشته، هر آن چه هست، هر تر و خشکی در عالم تو این صحیفه جامعه هست. ما میدونیم. قال ان هذا والله ان هذا له العلم، خیلی علمه. فرمودن این خیلی علمه اما باز همه علم ما نیست. گفت دیگه چی میدونی؟ امام صادق فرمودن نعلم و ما کان و ما یکون و ما هو کائن الى یوم القیامه. آنچه لباس هستی پوشیده در کرات، کهکشانها، راههای شیری، عرش، کرسی، سماوات، ملائکه، جن، انس، آنچه بوده، آنچه هست و آنچه تا روز قیامت خلق می شود و لباس وجود می پوشد و ما می دونیم. قال ابو بصیر ان هذا والله له العلم. سب کن بینم آقا، علم بی نهایت امامان. البته اینو بدونید دوستان عزیز من که این عقیده مسلم شیعه است. یعنی شیعه، حالا من میتونم ده تا اگه وقت باشه ده تا دیگه کلیپ بیارم عالمای دیگه شون گفتن. این عقیده مسلم از کتابای خودشون است و این عقیده عملیشونه. اگر به این عقیده نداشته باشن چرا هیچ کس در این طعنه نمیزنه؟ بلکه اگه به این عقیده نداشته باشن قبر پرستیشون بیکار میشه. یک سر سوزن حاضر نیستن بگن که امام مثال خبر نداره که یک سوزن مثلا تو اقیانوس نیست. دیدی چی گفتن الان که این برای چی؟ برای اینکه اگه اینا رو نگن که مردم این قبر پرستی نمی‌کنن. و باز جالبه که این درد امام نخورده، همه این علما رو داشته، سوار شطور می‌شده، از مکه می‌رفته مدینه، می‌رفته مکه، به در تقیه می‌کرده، پرده رو بالا می‌زده ببینه کسی هست یا نیست. همه اینها این چرندیات که هست به خاطر این است که شما را قبر پرست کنن. و شما آیه را دیدید که بزرگان پیامبرا گفتن ما خبر از عبادت نداشتیم. میگفتن آقا ما خبر از عبادت داشتیم که شما برای ما سجده میکردید. گفتن اصلا ما خبر نداشتیم. این بس چطور امام صادق از همه چه خبر داره؟ باز به کدوم دلیل؟ به کدوم دلیل؟ به دلیلی که تو کتابای هپروتی شما نوشته شده. چرا در قرآن نیست؟ تا آخر حرفش بشنوید. این خیلی علمه. تمام نشده. این خیلی علمه. اما مردم میگن که باید اینا رو پس کردنی زد. آخه خواب هستید، بیدار هستید. یکی نمیاد بگه این علم به چه دردی میخوره که من علم فیزیک و شیمی دارم، هیچ کاری نکردم. علم ما بی نهایت بیش از این. یعنی خدا هستیم دیگه. بگو تمامش کن، خجالت نکش. گفت دیگه ماورای ما کان و ما یکون و ما هو کائنون الا یوم القیامه، مگه چیزی هم میونه؟ ببین چی گفته. میگه آقا علم از این بیشتره. ابو بصیر گفته که آخر دیگه از این بیشتر دیگه چی میتونه باشه؟ شما علم داری به چیزی که بود، چیزی که خواهد بود، چیزی که در کل کله دنیا هست. مگه از اینم بیشتر علم هست؟ و راستی دیگه بیشتر از این که علم نمیتونه باشه. ببین که این میخواد خداش کنه دیگه. ببین دیگه علم دیگه این چیه داره؟ سرتون سوت میکشه. باز میبینی که از ترس با این همه علمش
از ترس خلیفه میرفته پنهان میشده دروغ میگفته، به اسمش تقیه گذاشته. تو که این همه علم داشتی امام صادق، میرفتی از این علمت استفاده میکردی، از یه تونلی میرفتی همین خلیفه رو میکشتی، خودت جاش مینشستی. علمی که به درد نخوره به چه درد میخوره که من مهندس هواپیما باشم با آخر سفر کنم؟ تو سرم بخوره مهندسی هواپیما، اون هواپیمای من که به دردم نخوره، باز من با آخر رو میرم. آخر یه چیزی بگید مردم، آخر یه چیزی بگید، یه چیزی بگید که عقلم یه صدام هزارم یا میلیونم میشه قبول کنه. خب ببینیم حالا علم آخر امام چیه؟ این خیلی عجیبه بابا، دیگه چه علمی میخوای؟ همه دنیا زیر دستت بود، کهکشان‌ها رو میدونستی تو چی است، زیر دریا رو میدونستی، دیگه از این بالاتر هم علمی هست؟ بله، وقتی که شما در عالم هپروت باشی بنگ بکشی یه چیز دیگه هم پیدا میکنه. اون چیز دیگه چیه الان ببینید؟ اینا چیزایی است که در ظرف زمان گذشته و حال و آینده است. ما ماورای زمانها و مکانها را میدانی. یعنی چه؟ گفت ماورای زمان و مکان چیه؟ فرمود نحن نعلم و ما شاء الله اذا شاء. ما اراده های خدا را، مشیت خدا را قبل از اینکه وارد زمان بشه، قبل از اینکه وارد مکان بشه، از ذات ربوبی هنوز صادر نشده میدانی. بله تموم شد. ابو بسیر چشاش داشت ویری ویری میره، ویری ویری میره، ویری ویری را ممنون تربش، تموم شد. خب دیدید، یعنی میخواست حضرت و امام صادق خدا کنه، میخواد شما رو مشرک کنه تا روز قیامت در اون صحنه هولناک الله شما رو بگه انتم به شرکا کن، میگه بباش سر و سر جاتون وایسید. بیا بیا امام صادق تو چی گفت؟ امام صادق بگه والله من از عبادت اینا غافل بودم، من کی گفتم ابو بصیر خدا لعنت کنه؟ فقط تو حدیثاشون اینم هست، من کی گفتم اینا رو؟ حالا ابو بصیر گفته باشه، شما عقل در سرتون نیست که هر حرفی رو که خلاف قرآن قبول میکنید. این فقط اون نیست، ببینید همشون این حرف میذارن، بذار یکی دیگه رو بیارم، یکی تا بدونید که این فقط حرف اون نیست. اینها در مصحف فاطمه آمده، تعبیر عامیانه منه، تعبیر کودکانه منه از جایگاه منبر. یعنی جناب آقای جابر اگر یه روزی فرا برسد بشر قدرت شبیه سازی انسان رو پیدا کند، بعد این شبیه سازی انسان رو اصلا دین تایید می نماید، تایید نمی نماید، همه جوابهای اینها نمی دونم. در مصحف فاطمه آمده اگر روزگاری چنان غول ارتباطات بر پیکره زمین سایه بیفکند که دنیا بشود دنیای الکترونیک، بشر دیگه برای خریدهای اولیه خودش دیگه از منزل خارج نشه، اینها بنشینن پشت این گیرنده های تبلتشون، کامپیوترشون، بعد خریدها و فروشهای اینترنتی رو انجام بدن، بعد این خرید و فروشی که در فضای مجازی داره صورت میگیره اینها از نظر شرعی چه حکمی داره؟ جواب همه اینها در مصحف فاطمه آمده. گفت یا ابن رسول الله این خیلی است. حضرت فرمود خیلی است، همه علم ما نیست. گفت یا ابن رسول الله علم شما چقدر است؟ امام فرمود خدای جل و علا جامع در کنار همه اینها جامعه رو هم در اختیار. همه حرفی که اون آقا داره میزنه، حالا این باز داره تشریح میکنه که ما امام از اینترنت هم خبر داره، از نمیدونم حکم شرعیش هم میدونه، اما حکم شرعیشو به ما هم نمیگه. خبرم که داره برای خودش نگه داشته. بابا یکم بخیلی نمیکردی، چهار تا حکمش از این جامعه و پامیت در میآوردی، اون جعفرتو نمیدونم میآوردی به ما میگفتی که حکم شرعیش چیه. دارم به شما میگم هدف یه چیز دیگه است، هدف این است که ما رو مشرک از این دنیا ببرن. آقای حیدری، عبدالله حیدری همیشه یک حرف خوبی میزنه، تو دلم این حرف نشست. گفت آقا من کتابای شیعه رو که مطالعه میکنم، تمام هدف علمای شیعه این است که یک انسان شیعی با شرک از دنیا بره. آخر علمی که به درد نخوره، فقط میگه امام علم داره. خب حالا چیکارش کنیم؟ امام علم داره، داره داره دیگه، به درد ما که نمیخوره. بدبخت‌ترین کشورها همین ما هستیم که میاس آقای رهبر ما رفته، آقای روحانی رفته فرانسه، علم هواپیماسازی پیش امام زمانه. رهبر ما کیه؟ سای مملکت ما کیه؟ امام زمان. آقای چی رفته؟ خوب گوش بدید، آقای روحانی رفته فرانسه، چهار تا آهنپاره رو میخواد بخره، درست هواپیماست. با گدایی رفته اونجا، رئیس جمهور فرانسه که در هواپیما میفروشه، اولا برایش 1000 تا شرط گذاشته. خیلی خوب، باز گفته حالا رئیس جمهور، باید رئیس جمهور دعوت کنیم. بیچاره رفته اونجا، گفته بیا دعوت من بشه، من سر سفره غذا شراب بذارم. بابا این اخوند آخر از رهبر کشوره، یکم احترامش میگه چطورامش نمیکنم، میخواد نیاد نیاد.
خب این مشتری که اعتراف میکنه وای بالی که رهبر کشور باشه، این امام زمانی که هواپیما رو میتونه درست کنه، خب بیاد یه چیزی به شما یاد میداد. باز تا حالا هم هواپیما رو بهشون نفروختم، 20 میلیارد دلار هم خریده بازم بهش نمیده. از این ذلت در دنیا بیشتر است؟ باز میگه نمیدونم رهبر ما این همه علم داره. به چه درد من میخوره علم رهبرت؟ ها به درد چرا نمیخوره؟ سجدی برو سر قبرش ازش حاجت بخواه. باز من برم خودم در فرانسه خود علاج کنم، خودم برم در آلمان در هانوفر خود علاج کنم. آخر خاک بر سر ما اگر که از خواب بیدار نشیم و دین خود رو به آخونده بدیم، دنیا هم خراب، آخرت هم به جهنم میریم. آیه واضح میگه، ولتون میگه نمیکنم. الله میگه، شرکا میگه خداحافظ شما، حسین میگه آقا به من مربوط نیست، من چی کار هستم میگه، امام صادق میگه به من مربوط نیست، حضرت علی میگه به من مربوط نیست، حضرت محمد میگه به من مربوط نیست، تو میمونی و خدای خودت. پس به خدا رجوع کن، دست از این آخونده بردار که خودشون هم تباه کردن. درسته که میخورن، اما آبروشون رفت یا نرفت؟ همین که انسان بی آبرو باشه، یعنی بعضی گدا میلیونرن، هیچ اهمیت به گدا میدی؟ برای اینکه بی عزتن. برای آخونده بس است که در دنیا عزت ندارن، آخرتشون که دیگه من و شما بهتر میدونیم، با این عقیده در طبقه هفتم جهنم هستن. گناه اونایی هم که گمراه کردن با این عقیده اگه بمیرن هم بر سرشونه. و شما یک دقیقه میتونی آتش تحمل کنی؟ هرگز نمیتونی. تا برنامه بعد، الله حافظ و نگهدار شما. من کلب زینب مجنونه، رقیم مفتونه، رقیم مفتونه. ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. اگه بنا باشه عمر معاویه یه جا بره ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز او بر همه. معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، ادامه اون نبوته، هنوز بقیه عالم به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق علی خلق من اکه همه نباید به امام رضا بگید. امام رضا از خدا بخواه مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت یعنی منو بل من جن طب.